سلام، به پندار خوش اومدید. من هانیه هستم و این پاورقی قسمت 77 سریال محکومه. فیراد به سینما پیش بوگه و بچه ها می رود. بچه ها در سالن سینما پیش یک دلقک می روند که بچه های زیادی دورش جمع شدند. وقتی همه به سالن سینما می روند، آن دلقک اسلحه‌اش را توی جیبش می گذارد و با پوزخند به سالن نگاه می کند. در سالن سینما ناگهان پخش فیلم قطع می شود و تصویری از باریش پخش می شود که در حال صحبت کردن با جان و بوگه است و رو به جان می گوید او زنده است. او به بوگه می گوید باریش جدید قرار است زنها را خوشحال کند. سپس می گوید کشتن غرور یک زن مثل کشتن یک بچه جنایت است. همه وحشت زده می شوند و می خواهند فرار کنند، اما دلقک درها را بسته است. فیراد با عصبانیت به دلقک نگاه می کند. بوگه متوجه می شود که یک نفر یادداشتی روی کیفش گذاشته و در آن باریش گفته فردا شب ساعت 1 در جایی که اولین بار یکدیگر را بوسیدند منتظر او خواهد بود. در زیر زمین باریش ایلول را به اعدام محکوم می کند. او ایلول را کنار دیوار می برد و به همه مریدانش اسلحه می دهد و می گوید همه باید به ایلول شلیک کنند. همه مردد هستند، اما باریش آنها را متقاعد می کند که در حال اجرای عدالت هستند. همه شروع به تیراندازی می کنند، اما مشخص می شود که تیرها مشقی بودند و باریش در حال آزمودن افرادش بوده است. ساشا گلوله های اسلحه ها را چک می کند و کسی را که شلیک نکرده بود در جا می کشند. عزیمت با اینکه شلیک کرده بود، اما به عمد به سمت دیگری تیراندازی کرده بود تا تیر به ایلول نخورد. ایلول که به شدت ترسیده از اینکه زنده مانده است خوشحال است. در دفتر فیراد افرادش مشغول بررسی حرفهای باریش در ویدئو هستند و فیراد از حرفهای باریش میفهمد که نفر بعدی یک زن است که غرورش جریحه دار شده است. او افراد فراری را بررسی میکند و میگوید دفعه بعدی نوبت انتقام عزیمت خواهد بود. وکیل میگوید عزیمت چند سال قبل به چشم یک نفر آسیب زده و برای همین به زندان رفته است. فیراد از افرادش میخواهد که آدرس آن فرد را پیدا کنند. باریش در حال خواب دیدن است و فیراد را میبیند که به زیر زمین آمده و او را پیدا کرده است. او با آشفتگی از خواب میپرد و ایلول را میبیند که دستش را روی گردن او گذاشته است. او ابتدا میترسد. ایلول به باریش ابراز علاقه میکند و میگوید که عاشق اوست. باریش به ایلول میگوید قلب او فقط مال بوگه است و بهتر است او امیدوار نباشد. با آمدن ساشا ایلول میرود. دادوروغلو به رستوران حاجی میرود و حاجی مشغول پذیرایی از اوست. دادوروغلو سعی می کند با طعنه به اشتباهات پدر حاجی اشاره کند. حاجی متوجه می شود و دلخور می شود. اما لحظه فیراد به رستوران می رسد و او سر میز آنها می نشینند و با طعنه می گوید از کارهای دادوروغلو و کمک او به باریش خبر دارد. دادوروغلو می گوید او باریش را نمی شناسد. سپس به حاجی هشدار می دهد که مواد مخدر پدر او باید نابود شوند، وگرنه پسر باید تقاص پدرش را بدهد. حاجی از حرفهای دادوروغلو عصبانی می شود و دادوروغلو از آنجا می رود. در خانه بوگه جان از اینکه بوگه زنده بودن پدرش را پنهان کرده ناراحت و عصبانی است. نازلی با جان صحبت می کند و می گوید باید از زنده بودن پدرش خوشحال باشد. دل او هم برای مادرش تنگ شده و آرزو داشت مادرش مثل پدر جان زنده باشد. بوگه حرفهای آنها را می شنود و متأثر می شود. گریون با فیراد تماس می گیرد و می گوید مکان کسی که عزیمت او را زخمی کرده پیدا کرده است. او و فیراد به یک کلاب می روند و گریون می گوید آن پسر برای پیدا کردن مواد به این کلاب می آید. فیراد به گریون می گوید می توانند از طریق بارمن اطلاعات بگیرند. گریون و فیراد پیش بارمن می روند و گریون که آن مرد را می شناسد می گوید که مواد می خواهد. بارمن یک نفر را به آنها نشان می دهد. فیراد و گریون و آن مرد به بیرون بار می روند. فیراد ناگهان مرد مواد فروش را کتک می زند و کارت دادستانی خودش را نشان می دهد. سپس گریون عکس مردی که عزیمت زخمی کرده بود را به مواد فروش نشان می دهند و مرد مواد فروش می گوید مرد در دستشویی کلاب است. فیراد به دستشویی می رود و آن مرد را دستگیر می کند. در اتاق بازجویی مرد که یک چشم ندارد و چشم بند زده می گوید تقصیری نداشته و در درگیری عزیمت با صاحب مغازه جواهر فروش با او بحث کرده و کتک خورده است. فیراد علت حس انتقام عزیمت را می پرسد و آن مرد می گوید شاید به خاطر بچهش باشد، اما واقعا تقصیری در آن مورد نداشته است. او می گوید مرد جواهر فروش ندیم نایت است. باریش در زیر زمین از عزیمت در مورد علت انتقامش میپرسد. عزیمت میگوید تمام عمرش کارگری کرده تا بتواند برای بچه‌اش زندگی متوسطی فراهم کند. او میگوید دختر 10 سالش بیمار شده و هزینه درمان را نداشت. یک روز از مردی که در خانه آنها کارگری میکرد و خیلی پولدار بود درخواست کمک کرد. آن مرد که صاحب جواهر فروشی است به او اهمیتی نداده و رفته بود.
عزیمت به ناچار به مغازه او رفت و یک انگشتر دزدید. ندیم موضوع را فهمید و عزیمت با التماس از او خواست که انگشتر را بدهد. یکی از کارکنان مغازه با عزیمت برخورد کرد و عزیمت ناگهان لیوانی را توی صورت او خورد کرد و چشم او آسیب دید. عزیمت به زندان می رود و بعد از یک ماه خبر می رسد که دخترش مرده است. او به خاطر اینکه غرورش برای تامین هزینه های داروی دخترش خدشه دار شده بود قصد انتقام دارد. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار.